تا حالا اسم واکترو به گوشتون خورده؟ اصلا واکترو یک بازی میدونین چیه؟ وقتی یه گیمری میاد یه بازی رو از اول تا آخرش میره و این بازی رو به اشتراک میذاره، اینو بهش میگن واکترو. امروز ما رفتیم سراغ 15 تا از پربازی ترین واکتروهای بازیای سگا که همتون بازی رو میشناسین و کلی هم باهاش خاطره دارین. میخوام ببینم کدوم بازیان که بیشترین بازی رو توی سایت یوتیوب خوردن. اگه میخواین بدونین کدوم بازیان، این ویدیو رو تا آخر ببینین. فقط خوشحالم میکنین که همین الان این کانال منو سابسکرایب بکنین و پیج اینستاگرام منم فالو بکنین و همین الان این ویدیو رو لایک کنید. دمتون هم گرم، بریم توی ویدیو. آتیش گرفت، آتیش گرفت. آنو سخت گیم خدا وکیلی. شماره 15، پوکاهونتاس. این بازی در سال 1996 توسط کمپانی فانکام ساخته شده. شما تو این بازی میتونید با دو تا شخصیت پوکاهونتاس و مکو بازی بکنید و میتونید رو هر کدوم سویچ بکنید و مراحل پشت سر بذارید. این بازی در ژانر پلتفرمر هستش و واکتوری این بازی در سایت یوتیوب 285,000 بار ویو خورده. شماره 14، ریونج آف شینوبی. این بازی در سال 1989 توسط کمپانی سگا ساخته شده. داستان این بازی در مورد شخصیتی به اسم جون موساشیه که وقتی به خونه برمیگره میبینه تبهکاران زد هم پدر بزرگشو کشتن، هم خواهرشو دزدیدن و هم میخواد انتقام پدر بزرگشو بگیره و هم خواهرشو نجات بده. ژانر این بازی در سبک پلتفرم یا هک اند اسلش و واکتور این بازی در سایت یوتیوب 299,000 بار دیده شده. شماره 13، کنترا. این بازی در سال 1994 توسط کمپانی محبوب کنامی ساخته شد. داستانی بازی هم مثل اکثر بازی قدیمی سگا، یه سری تبهکارن که داخل شهر ریختن و یک سری هیرو یا قهرمان هستن که باید تبهکاران از شهر بندازن بیرون. ژانر این بازی در سبک شوت ماب اکشن یا راننگان هستش و واکتور این بازی در سایت یوتیوب 327,000 بار دیده شده. شماره 12، فلشبک. این بازی در سال 1992 توسط کمپانی دلفین سافتور اینترنشنال ساخته شده. داستان این بازی راجب شخصیه که در سال 2142 سفینه‌اش منفجر میشه و در جنگل‌های تایتن سقوط میکنه و شما باید از اون جنگل‌ها نجات پیدا کنید. ژانر این بازی در سبک سینماتیک پلتفرمر هستش و واکتور این بازی در سایت یوتیوب 345,000 بار دیده شده. شماره 11، کامیکسون. این بازی در سال 1995 توسط کمپانی سگا تکنیکال ساخته شد. داستان این بازی راجب یک نقاش و یک موزیسیانیه که داشته یک شب یک مجله کامیکی رو طراحی می‌کرده و یکی از شخصیت‌هایی که خودش طراحی کرده از مجله میاد بیرون و خود نقاش ما رو پرت می‌کنه تو مجله. کل این بازی اینه که شما با از اون مجله نجات پیدا کنید. ژانر این بازی در سبک بیت‌ماب هستش و واکتور این بازی در سایت یوتیوب 385,000 بار دیده شده. شماره 10، استریت آف ریج 1 یا شورش در شهر 1. این بازی در سال 1991 توسط کمپانی سگا ساخته شده. هرچی راجع این بازی بگم کم گفتم، از گیم پلی فوق‌العاده‌اش، از موسیقی فوق‌العاده‌اش. داستان این بازی راجع به شخصی به نام مستر ایکس که اومده شهر نیویورک رو تسخیر کرده و شما دوستاتون باید این شهر رو نجات بدین. ژانر این بازی در سبک بیت‌ماب هستش و واکتور این بازی در سایت یوتیوب 454,000 بار دیده شده. شماره 9، استریت آف ریج 2 یا شورش در شهر 2. این بازی یک سال بعد شورش در شهر 1 ساخته شده، یعنی در سال 1992 و توسط کمپانی سگا. داستانی بازی هم دقیقا ادامه داستان ورژن شماره 1شه، یعنی مستر ایکس برگشته ولی این سری نه تنها شهر رو تسخیر کرده بلکه دوست شما رو هم دزدیده و شما باید برین دوستتون رو نجات بدین. سبک این بازی هم مثل استریت آف ریج 1 بیت‌ماب هستش و واکتور این بازی در سایت یوتیوب 595,000 بار دیده شده. شماره 8، توی استوری یا داستان اسباب بازی. این بازی در سال 1995 توسط کمپانی دیزنی اینتراکتیو استودیو ساخته شده. داستان این بازی هم راجع به همون وودی دوست داشتنی خودمونه. دیگه اکثر شما کارتونش رو دیدین که اندی یه سری اسباب بازی داره که حرف میزنن و همه چی عادی بوده تا اینکه باز لایتر میاد و کلاً اون وودی دوست داشتنی ما رو طرد میکنه و اندی دیگه بیشتر با باز لایتر بازی میکنه.
ژانر این بازی در سبک پلتفرمر هستش و واکتور این بازی در سایت یوتیوب 872,000 بار دیده شده. شماره 7، سانست رایدرز یا آفتاب سرخ. این بازی در سال 1991 توسط کمپانی کنامی ساخته شده. داستان این بازی راجب غرب وحشی آمریکاست. تو این بازی شما دوتا شخصیت به نام کورمانو و بیلی رو میتونین انتخاب بکنین و تبهکاران دهکده رو نابود بکنین. تو این بازی شما با کلانتر دهکده هم همکاری میکنین و هر مرحله باید تبهکاری که تحت تعقیب رو دستگیر بکنین. ژانر این بازی در سبک رانندگان هستش و واکتور این بازی در سایت یوتیوب 978,000 بار دیده شده. شماره 6، سونیک 3. این بازی در سال 1994 توسط کمپانی سگا ساخته شده. داستان بازی هم همتون میدونین دیگه، دکتر خبیث ما اومده تمام حیوانات جنگل رو دزدیده و تبدیل به ربات کرده و سونیک دوست داشتنی اومده که همه حیوانا رو نجات بده. ژانر این بازی در سبک پلتفرمر هستش و واکتور این بازی در سایت یوتیوب 1,100,000 بار دیده شده. شماره 5، لاین کینگ یا شیرشاه. این بازی در سال 1994 توسط کمپانی ورجین گیم ساخته شده. داستان بازی هم همتون دیگه انیمیشن شیرشاه رو دیدین که سیمبا که یک شیر کوچولو تازه به دنیا اومده و در آینده میخواد تبدیل به سلطان جنگل بشه که عموی خبیث اون اجازه نمیده. ژانر این بازی در سبک پلتفرمر هستش و واکتور این بازی در سایت یوتیوب 1,300,000 بار دیده شده. شماره 4، تینی تون یا بازی خرگوش سگا. این بازی در سال 1993 توسط کمپانی کنامی ساخته شده. داستان این بازی راجب خرگوش به اسم باستر بانی که میخواد خواهرش رو از دست یک تبهکار جوان نجات بده. این بازی خیلی 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 توی ایران طرفدار داره و خود من جز طرفدارای این بازیم. ژانر این بازی در سبک پلتفرمر هستش و واکتور این بازی در سایت یوتیوب 1,500,000 بار دیده شده. شماره 3، سونیک 1. این بازی در سال 1991 توسط کمپانی سگا ساخته شده. داستان بازی هم خود دیگه براتون یه بار گفتم، دقیقاً سری بازی سونیک همشون یک داستان دارن. ژانر این بازی در سبک پلتفرمر هستش و واکتور این بازی در سایت یوتیوب 1,800,000 بار دیده شده. شماره 2، علاءالدین یا قول چراغ جادو علی بابا. این بازی در سال 1992 توسط کمپانی ورجین گیم ساخته شده. داستان بازی هم راجب یک چراغ جادوییه که یه قول آبی رنگ داره که شما هر آرزویی داشته باشین رو برآورده میکنه. دقیقاً هم این بازی راجب همین داستانه. ژانر این بازی در سب بیتماب هستش و واکتور این بازی در سایت یوتیوب 2,300,000 بار دیده شده. و رسیدیم به بازی اول و پربازی ترین واکترو در سایت یوتیوب، بازی نیز جز سونیک 2. این بازی در سال 1992 توسط کمپانی سگا ساخته شده. داستان بازی هم براتون گفتم از سری بازی های سونیک هستش و هیچ تغییری نکرده. ژانر این بازی در سبک پلتفرمر هستش و واکترو این بازی در سایت یوتیوب 5,200,000 بار دیده شده. خب دوستان، اینم از این ویدیو، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه دوستان دوباره از این سبک ویدیو براتون ضبط کنم، همین الان نظرتون رو بنویسین و کامنت کنین. نظرات شما توی روند کار من و توی پیشرفت کار من خیلی تأثیر میذاره. دمتونم گرم که تا آخر ویدیو با من بودین. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.